خب مهمون امشب رو دارم میخواد به شما معرفی کنم، یکی از هنرپیشه‌های بسیار عالی هالیوود هستش. این شما و این نکار زادگان. خب نگار جان خیلی خوش اومدی به برنامه. مرسی. سلام. یه بار دیگه یه دست عالی برای نگار عزیز. واقعا من خیلی خیلی ذوق زده بودم که نگار امشب بیارم به برنامه‌ام. یکی از هنرپیشه‌های بسیار سطح بالای هالیوود هستش الان، و نه تنها اون، یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من هست. به همین صورت اصلا یه چیز واقعا خاص خودشه. Thank you. Max is a very good friend of mine. We've known each other for many many years and I would come to your show anytime. Thank you for having me. اینجا زیرنویس می‌ذاریم. ولی الان سریع بهتون بگم، گفت ماکس همینی، تو هم بهترین هنرپیشه آمریکا هستی. و من اینقدر تو رو دوست دارم که اصلا از ساعت دیشب اینجا پشت در خوابیده بودم. من به نگار گفتم امشب اصلا نمیخوام که نگران فارسی انگلیسیش باشی. دلم میخواد که احساس تو اونجوری که میخواد راحت تری بگی، بعد حالا ما یه جوری بقیهش رو با هم حل و فصل میکنیم. دلم میخواست یه سری لغت ها رو که خودم نمیفهمم از شما بپرسم یا از پشتریتون، ولی اون چلغوزه اصلا نمیشه. نه این حقیقت نیست. نمیخواین حقیقت رو به آدینستون بگیم. من مکس اتفاقا یکی از دوستان من بود که منو دید توی برنامه تلویزیونی داشتم فارسی صحبت میکردم. من گفت زنگ زد، گفت خیلی دوستت دارم، از دوستی دارم بهت میگم دیگه فارسی صحبت نکن. این حقیقت، حقیقت این حقیقته. این شما و این حقیقت. So we're going to do this in English. But I'll do some Farsi too. توضیح بدیم مثلا از کجا هم دیگر میشناسیم؟ ما we know each other for a very 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 long time. We did a show together called از ماهواره با عشق. یه برنامه تئاتری بود. I was doing this we had both graduated from college, Max and I. This is a long time ago. It's a long time ago. And we had both graduated from college and we were looking for jobs in film and television. We were in Los Angeles and we both fell into the theater again with a company called Workshop 79 that's owned by Hushang Tozi and Shohreh Aldashlu, who I'm sure you all know, was doing a play with Behruz Vusri, who is an old Iranian movie star. And it was a very, very, very big show. We went around the whole world, Dubai, Sweden. جایی که من اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم برم. And I played the fun ترین role show. It was a very fun role. I played the young woman who was kind of like MTV Internacional. It was actually a very smart show. It was a spoof on Iranian satellite television. And I won't get into the details, but anyway, Max played a young intellectual. یه آدم بدبخت نفهمه. باور کنید. نقش یه آدم مثلا گوسفند بی پشم بی معرفت. نقش من بود. ایشون هم یه دختر خوشگل اونا توش نمایش میمدن. من هم از این بدبخت دنبال ایشون ولی یه چیزی بهتون بگم. I am so not surprised that you're doing this wonderful show and that you're producing it and you direct it and I mean, پشت صحنه نمیدونی چقدر کاره این و ماکس واقعا he's the guy behind the scenes. And I'm not surprised at all بخاطر اینکه این نمایش داد it was a big deal. I mean, we would only go do 1,000 seat houses at like 100 euros a ticket. We would only do it if we sold out. And this was because Behruz Vusri was in the show. So not only could we sell it out, but people would come in droves to see it. خب من سریع توضیح بدم. نگار گفتش که ما همدیگر رو میشستیم از یه نمایشی به اسم از ماهواره با عشق. هنرپیشه های این شو هم بهروز وسوقی، هوشنگ توزی، شیلا وسوق، من و نگار عزیز. کسی رو جا ننداختم که شیلا الپاچینو هم تو شو بود. خب ببینین، این ما از اونجا همکاریمون با هم شروع شد، تور میرفتیم دور دنیا. خب با هم خیلی وقت میذاشتیم، خیلی هم دیگه رو نمیشناختیم اول به خاطر این بچه بودیم. واسه ما خیلی بیگ دیل بود به خاطر این بچه بودیم. بچه بودیم
بدبخ بودیم. بابا ما این داستان مال دو ماه پیشه. کیچی بچه بودیم. خب حالا شوخی گذاشته بچه بودیم. این مکس نبود. این مکسی بچه تر بود. آره این مسئله مال واقعا 8 سال پیشه. 10 سال پیش. نه بابا چی چی 10 سال نگاری. نه از 2007. نه راست میگی خاطر این مکس بعدن اومد. نه راست میگی من اول آخر. آره آره نکار از اول روز اول تو این نمایش بود بعد من از روز دوم. ولی ما حقیقتا یک تجربه بسیار خوبی داشتیم روی نمایش کار کردیم. برای من بگو که احساس شما چی بود که چطور کار کردی تو اون نمایش؟ خیلی جالب بود کار مکس به خاطر اینکه اینی که من فقط هنرپیشه بودم تو نمایش. بخاطر من میرفتم روی صحنه کارمو انجام میدادم و تموم میکردم. مکس his role was a lot deeper. He would do his it was because it was a big deal but it was also very low budget. You know, it's an Iranian production, a theatrical production. It's not like a big budget movie from Sony. It was actually very humble. So he was not only an actor, but he would operate the lights and the sound, too. I'm not kidding. It was hilarious. So we'd be in a scene together, like, you know, blah, 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 it's a good day. Yeah, it's a good day. And sometimes it was like I could see he was just thinking about the lights because he would go and run off stage and then do the lights and then come back and then da-da-da-da-da-da and then come back and then do the sound. And then, I mean, it was crazy. I can't believe you did that. Well, now I'm going to show you. I'm going to go behind the camera. I'm going to record it and I'm going to go here. I'm going to think about it. I'm going to go there. Actually, thank you for your attention. مرسی که اینو توضیح دادی برای که من میخواستم بپرسم که نظر چه احساس داشتی با بیروت وثوقی کار کردی ولی حالا که اینو توضیح دادی بگم که حقیقتا این خیلی قشنگ گفت مثلا این چیزایی یادم رفته خب واقعا سالهای پیش بودی مثلا ولی ما نمایشی که انجام میدادیم مثلا من کار صدا و کار نورپردازی و هنرپیشگی و همه کارا رو میکردم خلاصه بعد خب کشورهای مختلف میرفتیم اروپا که میرفتیم اونا انگلیسی صحبت نمیکردن فارسی هم که نمیفهمیدن اصلا نفهمیدن وقتی به فارسی میرسیم فوش به فارسی بهشون میدادیم با زبان انگلیسی بهشون توضیح میدادیم سوئدی هم بودن از نروژ اصلا انگلیسیشون هم خوب نبود بعضی موقع خیلی ولی واقعا تجربه های خیلی فانی بود مثلا ما چند دفعه مثلا میرفتیم بعد برنامه ها من خب بچه خوبه بودم میخواستم برم هتل بخوابم نکار میگفتش که حالا بریم بابا بریم بگردیم بریم مثلا شهر ببینیم این کار درسته به خاطر اینکه بچهای جوون میری دور دنیا نباید فقط هیچی رو نبینی باید بری دنیا رو ببینی یه ذره درسته. I mean it's true من به همه جوونا میگم اگه بریم یه جا نرین تو هتل بریم بیرون بله بله خب من مامانم گفت برو خونه منم میگم من دنیا باید حرف مادرت رو گوش کنی بهشتی رو پای مادران است پس برو هتل ولی اوه مای گاد یه داستانی الان یادم اومد بگم بگو نکار که میبینیم واقعا از زیبایی در سطح جهانیه آه شروع کن در زیبایی واقعا حرف نداری ولی من یه رفتیم دبی بعد یکی از بچه گفت بریم بازار دبی اونجایی که به اصطلاح محلیه خیلی چیزای خوبی دارن و اینا گفتیم خب بریم ما اومدیم پایین هتل ایشون از اتاق خودش اومد ما اتاق هم رفتیم پایین که تو لابی هم دیگر رو ببینیم تا رسیدم اصلا نکار دیدم یک لباسی پوشیده بود ماشاءالله که من اصلا آب داشتم میشیدم کف زمین شورت اینجا بود با یه رکابی ما میخواستیم بریم تو عربستان Wait, no, this is important. I am from California, which is where we are, and it's very warm here. Vali Dubai was hot. And especially when we went. I mean, it was hot. و به من گفته بودن که دبی خیلی هم اروپایی بود تو دبی. من هیچ وقت خاورمیانه نرفته بودم تا اون موقع. So I didn't know really that you really aren't supposed to. And I don't like to be insulting to other people's cultures ever. I really don't. And I didn't know that it was weird to wear a tank top and shorts to go shopping because that's what we do. But I quickly found out, and not because anybody was mean. I could tell that I was making people uncomfortable. ببین اصلا من حالا آخه نکار اینجا بزرگ شده و اصلا But I bought sweats at the bazaar and I put them on immediately and everything was fine after that. لباس اصلا یه ذره رفتم مغازه لباس فروشی پتو خریدیم انداختیم
ولی آخه مسئله اولا که من خودم طرز فکرم اینه که هر کسی به اون جوری که دوست داره باید لباس بپوشه، عقیدش باید محترم باشه. خانم ها خیلی واقعا مخصوصا در این زمانه ما بایستی خانم ها تشویق بکنیم که بیوتی خودشون رو نشون بدن، یعنی be yourself, be confident, enjoy yourself. حالا اینجا چه کم آوردم خودم، ولی مسئله اینه که من وزن من همه رو جمع کنی 50 کیلوه. بعد مثلا اگه اتفاق میافتاد من نمیدونستم، من فقط میدونستم چی کار بکنم. من سوتم بلد نیستم بزنم، کمک مثلا نمیدونستم چه. بعد مثلا من گفتم آقای مکس شما مثلا با خانوما برو که مثلا یکی پیششون باشه. من پشت خانوما با هم قایم شده بودم اتفاقی واسم نیفته. جای خیلی جالب رفتیم دوبه، یه جا خیلی جالب بود. حالا the opposite of that سوید رفته بودیم، عجب یخبندون بود سوید، و اونا تو اون سرما چه چیزای رکابی و کوتاه می... من یخ کرد اونجا میخواستم پتو بپوشم. But it was so, but it was amazing. We went to so many amazing places. I've done so many things since, and my career has come along, and I've worked with so many wonderful people. But these years were a real beautiful memory for me, and the people that we met, and doing the show with Behruz. آدم ها واقعا تو این محیط سختشون بعضی موقع تو مملکت های سخت امیگرنت های زیاد بودن دیگه تو اروپا از ایران و این چیزا. از نمایش ما میرفتن بیرون از ایرونی بودن خودشون خیلی خوشحال میشدن، یعنی رسمای خودمون رو میدیدن. I mean it was just beautiful, it was really beautiful. And the connection with the audience that you have when you're doing theater is something special that you don't have. بله. Like we're like we have now, you know, that you don't have in film and television, and I miss it. It's so true. بهروزم من دعوتشون کردم به برنامه‌مون و گفتش که خیلی دلم میخواد بیام، دارم میرم دبی، ولی قبلی که برگردم به زنگ میزنم که برای برنامه بعدی بیام. ما برای اینکه خیلی خیلی با هم خیلی نزدیک شدیم، مثل یه خانواده شدیم در این مسافرت ها. و بهروز وثوقی همونجوری که همین اسطوره سینمای ایران، واقعا با ایشون مسافرت کردن و کار کردن برای ما که جوان بودیم در هنرپیشگی خیلی جالب بود، خیلی آموزنده بود. و من یه احساس خودم رو دارم، ولی برای اینکه نگار مهمونمه دارم، میخواد نگارم احساساتش رو بگه که وقتی که خب به عنوان یک هنرپیشه جوان از تازه از یونیورسیتی از دانشگاه اومدی بیرون در یک نمایشه به این خوبی با آقای بهروز وثوقی کار کردی و هوشنگ توزی و بقیه، چه احساسی داشتی؟ بهروز وثوقی و رابین ویلیامز دو تا از خیلی آدمای معروفی بودن که کار میکردن باشون. اشتباه کردم؟ نه خیلی خوب بود. خب و فرق میکنه با اکترهای دیگه به خاطر اینکه واقعا نمیتونن در تو خیابون را برن. شما you look nervous for me. Are you nervous? مرسی که واقعا فارسی واقعا میگم. خیلی نگار حقیقتا برایش سخت فارسی صحبت کردن، یعنی الان این کاری که داره میکنه نه سخت نیست فارسی صحبت کردن، ولی من فقط با مامان بزرگم خدا بیامرزه فارسی صحبت میکردم. فارسی من فقط فارسی اونجوریه، لنگویج زبون بیزنس هم خب انگلیسیه. یعنی من توضیح بدم منظورش اینه که با مادر بزرگش میگفته بخور، میگفته چشم. بله ایشون فقط در این حد فارسی صحبت میکنه. نه یعنی لول پایینه، ادوانس نیست، ولی خلاصه چیزشو میگفتن؟ بهروز و رابین ویلیامز رو گفتی. منم باید اینجا بگم که حقیقتا شما واقعا بدونی که نگار نمیدونم اگه ریسرچ بکنی با بزرگترین هنرپیشه‌های آمریکایی کار کرده و وقتی به هنرپیشه ایرانی میشه با بهروز وثوقی کار کرده و حقیقتا تجربه‌ای که داره برای ما خیلی جالبه. با رابین ویلیامز هم در برادوی یک نمایش انجام داد نگار که منم رفتم دیدم و اصلا beautiful. It was a beautiful show. I remember when Harvel to اومدی New York ببینی، خیلی خوشحال شدم که اومدی. اون موقع هم هنوز it was a while ago that Max was doing a show also to New York. Max داشت stand up میکرد اون موقع. آره من توضیح بدم، منظوری که بیرون سالن من تخمه میفوختم. ولی بهروز رو بگو اول، بعد حتما هم راجع به رابین ویلیامز هم برامون بگی. خلاصه داشتم میگفتم که از این دوتا آدم با اینکه اینقدر مشهور و loved بودن، هیچ وقت یادشون نمیرفت ریلیشنشپی که با بیننده ها داشتن و تشکر اون صورت
از این چیزا رو خیلی یاد گرفتم ازشون. در ضمن بهروز و رابن با اینکه اینقدر فیمس بودن، اون دو تا نفر که باشون کار کرد، همه این آدما که کار می‌کردم، بهروز و رابن همیشه اول بودن در صحنه. می‌دونی چی میگم؟ یعنی شهرت بهروز وثوقی و رابن ویلیامز خیلی فرق کرده با تمام آدمای معروف دیگه که نگاه بله باشون بله. کار کرده. یعنی ترافیک یهو وای میسه، ماشینا میزنن پشت هم، تصادف میشه. حالا یکی دیگه میاد مثلا یارو میگه ای اصغر چطوری اینو کردم، خیلی حال کردم تو فیلم گوشکوب بازی کردی، همین اصغر گوشکوب. ولی اینا که هنرپیشه هایی که مثلا وقتی واقعا مردم اینقدر محبوبن، مردم عاشقشونن، نه که فقط مثلا میشناسنشون یا دوستشون دارن. خب حالا شما با رابین ویلیامز که کار کردی، نگار جان چه احساسی داشتی وقتی که رو صحنه باش میرفتی؟ و آیا خب همه ما میدونیم این اتفاق ناگواری که افتاد و ما یک همچین هنرپیشه بسیار عزیزی رو از دست دادیم که واقعا هنرمندی بود که فیلمهاش تاریخیه و همه در سراسر دنیا میشناسن رابن ویلیامز؟ رابن خیلی آدم خوبی بود، آرتیست خوبی بود. اون موقع که من باش کار میکردم یه تا یه سنی رسیده بود که خیلی دیده بود تو زندگیش و آدم خیلی گرمی بود و سنسیتیو چیه تو فارسی؟ حساس بله. خب ما ایرانی ها کلمه حساس رو هممون میفهمیم. بله نه، تک تک ما اینجا بله. حساسیت بسیار آره. و من فکر میکنم که میخوای آرتیست باشی، این چیزای خیلی خوبی هست که داشته باشی، به خاطر اینکه احتیاج داری واسه کارت، برای کارت. ولی سخت هم هست هر وقت آدم اینجوری هستی، به خاطر اینکه زندگی واسط خیلی دیپ تره و هیچ وقت فکر نکردم، انتظار نداشتم که این اتفاق بیفته و I was very sad and I miss him ولی I feel very happy and lucky that I was able to know him and work with him. And اون روزی که این اتفاق رو شنیدی چه احساسی پیدا کردی؟ یعنی چی اصلا باور نمیتونستم بکنم، اصلا واقعا باور نمیتونستم بکنم و خیلی موقع زیادی بود تا رفته بودیم سر ختم و این چیزا، واقعا واسم واقعی نبود. یعنی این خیلی جالبه، برای اینکه خب من رابین ویلیامز رو نمیشناختم، فقط به خاطر اینکه رفتم برنامه نگار دیدم، یه مثلا نیم ساعتی با هم صحبت کردیم و رو استیج خیلی به من محبت داشت به خاطر نگار و از من پرسید، گفت میدونم تو استنداپ کمدی هستی، چی کار میکنی؟ خیلی با هم راجع به استنداپ کمدی صحبت کردیم. بعد خب وقتی من این خبر رو شنیدم، اولین نفری که زنگ زدم به نگار بود که ببینم شیز اوکی. ولی خیلی جالبه، برای اینکه یک کسی که ما به عنوان اسطوره خوشحالی و به عنوان کسی میشناسیم که احساس میکنیم که این طرف همیشه خوشحال و هپیه و خب مشهورم هست، پس وضع مالیش هم خیلی خوبه، پس اصلا این طرف اوکی اصلا هیچ مشکل نداره. به همین دلیل انسان‌های مثل ایشون مردم ازشون غافل میشن و حالشون رو نمیپرسن. به محضی که این اتفاق افتاد، من فکر میکنم که ما به آدمایی که دورمون هستن باید هم اینایی که خیلی به ما نزدیک هستن که مرتب میبینیمشون، با فامیلمون، دوستای صمیمیمون، یک لحظه باید توقف بکنیم، یه مکس بکنیم، بگیم حالت چطوره؟ چطوری؟ یعنی این سوال رو ببینیم از درون چطوره؟ یه چک بکنیم. ما آدمایی که بهمون خیلی نزدیکن و واقعا اون وقت رو نمیذاریم بگیم مشکلی نداری، احساسات چطوره، حالت خوبه، که اگه یه چیزی هست شاید این غم بیاد بیرون و بتونیم همدیگر رو کمک کنیم. یعنی اینجا دیگه اصلا بردمش در لول انسانیت در طبقه هشتم. خب. نه ولی درسته، زندگی کوتاهه ولی دراز هم هست. ما 60 سال اون موقع زنی میکردن، تموم میکردن، 60 سالشون ولی دراز بود. تا اون موقع نوه داشتن، بعضی موقع نتیجه. ما الان 60 سال واسه همون خیلی کوتاهه. 60 سال باشه خیلی کوچیکه. خیلی آدم ناراحت میشه، چقدر تنده همه چیز. و احتیاج نداره اینقدر تند باشه همیشه. من خیلی... باید بریم تاپیک رو عوض کنیم. حالم داره خراب میشه. نه واقعا میگم، من پدرم رو میدونین تازه دستم و پدرم 66 سالش بود، روح شاد. هر روز برای من سخته و هر روز که از خواب پا میشم و هر شبی که میخوام به خواب برم
احساسم فهم میکنه. الان اصلا اینا رو میگه اگرم نگم الان اینجا نگردنم اصلا سریع بریم یه جای عالی برگردیم دبی اون روز که لباس سکسی پوشیدی. من نگار میتونیم مثلا 8 ساعت دیگه هم صحبت کنیم. این حقیقته. دلم میخواد یه ذره کارهای پروفشنالیش صحبت بکنم. به نظر من میخوام تو این برنامه خودم گفته باشم در سال 2015 به نظر من نکار یکی از هنرپیشه‌های ایرانی خواهد بود که آسکار رو خواهد برد. این حقیقتاً باور منه. To me, she's a star. برای اینکه یکی از بهترین هنرپیشه‌هایی که من رو صحنه دیدم. وقتی ویدیوشو دیدین، هم شما رو میخندونه، هم شما رو به گریه میندازه، هم شما رو به وجد میاره. اصلا همه جوره این واقعاً یک سپیریت روح قوی داره نکار و اینقدر از نظر هنرپیشگی زحمت کشیده که قالب کرکترش که میشه اصلا محو اون کرکتر. اینی که من اینجام نبودی میگفتم تا آخر خیلی خوشحالم که خیلی فارسیم خوب نیست نمیفهم به خاطر این خجالت میکشم اصلا نفهمی چی گفتم. ولی ولی آسکار رو که بردی مرسی. آره مثلا اونجا بگو که مکس امینی که تخمه میفروخ بیرون همه چی از مکس یاد گرفتم. آره مثلا بگو که چی بگه نگار آسکار رو که برد خدا وکیلیش چی بگه. نه این بگه مثلا پیشبینی کرده بود خب ما کردیت نمیشیم مثلا و همه زنگ میزن فقط میگم فال بگی من خب ایسی به درد بخورم سریع فردا چک بنویسن مکس امینی میشه راجع به من بگی آسکار میبری من بیام تو مینیت مکس امینی بگم خب از فردا اسقر آبگوشت آسکار میبرد. خب بریم راجع به شوهای تلویزیونی نگار صحبت بکنیم که در چندین سریال تلویزیونی نقش داشته. در شوهای تلویزیونی 24 که همه شما میدونین یکی از رولای بسیار قوی رو داشت از سیزن آخر 24 و همینطور یه شوهای جدیدی الان توش هست. دوست داری راجع به اون شوه صحبت بکنیم؟ Girlfriend's Guide to Divorce. Girlfriend's Guide to Divorce. این به اصطلاح راهنمایی میکنن دخترها زنها رو که چجوری طلاق بگیریم. اسم برنامه است. راهنمایی به طلاق. ولی خب کمدی دیگه. کمدی هست and drama. It's a dramedy. ولی it's a good show. It's a fun show. It's on Bravo on Tuesdays at 10. یک دفعه دیگه اسم شو هست Girlfriend's Guide to Divorce. من میدونستم ولی وقتی اسم دیورس میاد حالا بد میشه. دوستان عزیزم کسی سوالی داره تو استودیو؟ اصلا بپرسم که حالا با چه بازیگر یک کار گردانی که خیلی دوست داشتیم باش کار کنید حالا کار نکردیم و فیوریت ترین بازیگر مردی ترین سوالش اینه که با چه کارگردانی که شما خیلی دوست داری کار بکنی؟ که آردی کار کردم که میخوام کار کنم. حقیقتا سوالت یه مصرع بیشتر نبود. دمت گرم. سوال سختیه به خاطر اینکه خیلی آدم هست که دوست دارم باهاشون کار کنم. منم کارگردانی هم میکنم. میدونم. یعنی خیلی 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 تو تمام دنیا خیلی هست. هنرپیشه های خوب زیاد هست. I really right now watch پرسیدیم فیوریت اکتر اونم خیلی هست خیلی تو تاریخ زیاد هست but right now I really enjoy watching Julianne Moore. I really learn when I watch her and I love to watch her. She's very serious and soft and easy and I really like watching her. There's so many good actors and I hope to get to work with a lot of different ones but it is cool to work with the same actors too because you kind of understand how each other works. And Julianne فلانی Julianne رفیقمون Julianne رفیقمون Julianne کجا میشه پیداش کرد؟ خونه‌ش لابد الان یا سر کار اینه. خونه Julianne سر بزنین تماشا کنین چجوری بازی میکنه. بیاد. نو Julianne کجا میشه پیدا کرد؟ She's done a lot of movies. She's got a movie now called Still Alice that I want to see a lot. Still Alice. It's the movie of Julianne Moore, her favorite actor, Hanuz Alice. ولی favorite فرق میکنه موقع to in different times, you know? منم واقعا خودم هنرپیشه که من دونم میخواد باش کار بکنم شکسپیر هستش. خب دوستان عزیز به افتخار نگار عزیزم که دست بزنید.
Hey, you guys are great, by the way. They're great. They're really great. And I heard that you guys only started playing together today. Did you guys know that? Is that true? Baba, it's Iranian production. No, that's amazing. It's amazing. This is how pro these guys. These are pros, man. You guys sound great. Right. I really love it. نگار جان خیلی ممنون که تشریف آوردی برای من. به افتخار نگار زادگان دست ما مرتب بزنید. Thank you so much. دوستان عزیز مرسی که ویدیوهای منو میبینید. اگه دوست دارید با عضو پیج من بشین لطفاً این دکمه سابسکرایب رو بفشارید.